بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر حضرت سید و شهدا و درود بر شما بینندگان گرامی اخبار شیعیان جهان را به سم و نظرتان خواهیم رساند ابتدا سال روز ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنیم و در آغاز هم مناوین خبر جهان در میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و, علی و امام صادق علیه السلام دانش حملات در افغانستان می تواند عامل شکست مذاکرات صلح شود و صحافی قرآنهای حرم متحر حسینی این بخش خبری خوش آمدید. هفته همه ربیع الاول سال روز میلاد حضرت خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام است به گزارش شیعه شیعیان که همچنان در ایام فرحت و زهرا سلام الله علیها قرار داشته و به شادی میپردازند در نقاط مختلف جهان با بزرگ داشته این روز آن را به شکلی خاص جشن گرفتند حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علی آخرین پیامبر خدا دین مبین اسلام را برای جهانیان به ارمغان آوردن تا بشریت را به تعالی و راه و رسم درست زندگی آشنا نموده و در این راه رنجها ها و مشقت های بسیار را متحمل شدند هنگام ولادت آخرین پیامبر خدا تاق کسرا در ایران شکافت و چند کنگره آن فرو ریخت آتشکده فارس خاموش شد آب رود سماوه در بین کوفه زیاد شد و به جریان افتاد آتشکده سرزمین فارس پس از هزار سال روشنایی خاموش شد بطهای مکه سرنگون شدند نوری از وجود آن حضرت به سوی آسمان بلند شد و شعاعی وسیع را روشن ساخت و شیطان از پرواز به سوی آسمان های هفتگانه منع گردید ششمین وسیع و جانشین ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نیز در طول عمر پربرکتشان تعداد زیادی از بزرگترین علما را تربیت کردند و از این رو پیروان مذهب حقه تشیع را شیعه جعفری نیز مینامند شیخ توسی در کتاب رجال خود تعداد شاگردان امام صادق علیه السلام را 3197 مرد و 12 زن ذکر کرده که همگی از مکتب و محضر ایشان استفاده علمی بردند. نخستین مسجد آتن بعد از چهارده سال به روی نمازگزاران گوشوده شد. به گزارش شیعه ویوز به نقل از الجزیره نخستین مسجد آتن با رعایت پروتکل های بهداشتی به روی نمازگزاران گوشوده شد. وزارت آموزش و امور دینی یونان در بیانیه اعلام کرد این مسجد با حضور تعداد محدودی نمازگزار برای جلوگیری از شیوع کرونا افتتاح شده است. این وزارتخانه اعلام کرد نمازهای یومیه در این مسجد اقامه می شود و این مسجد بعد از غلبه بر بیماری کرونا مجددا به صورت رسمی افتتاح می شود. این مسجد برای 350 نمازگزار ظرفیت دارد و بدون مناره ساخته شده است. درهای این مسجد تنها با حضور نه نمازگزار و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بازگشت. ساخته این مسجد در آتن 14 سال به طول انجامید. سیدی زکی محمد امام جماعت مراکشی مسجد نیز تاکید کرد افتتاح رسمی مسجد به بعد از دوران کرونا موکول می شود ساخت مسجد آتن در سال 2007 میلادی آغاز گشته و با مخالفت های بسیاری روبرو شد در نهایت ساخت این مسجد در سال 2019 میلادی به پایان رسید و به دلیل شیوع ویروس کرونا افتتاح آن به تعویق افتاد نعیم القادو رئیس جمعیت مسلمانان یونان گفت آتن تنها پایتخت اروپایی بود که مسلمانان آن مسجد نداشتند. 650 هزار مسلمان در یونان زندگی می کنند که بیشتر آنان در آتن ساکن هستند. افزایش حملات تروریستی در افغانستان می عامل مستقیم شکست مذاکرات صلح در دوحه شود. به گزارش خبرگزاری های افغانی دانش، معاون دوم ریاست جمهوری این کشور گفت که یگان زامن واقعی برای حفظ امنیت و آبادانی افغانستان توسعه و تکثیر دانایی و آگاهی جمعی است به ادامه داد به همین دلیل دشمنان ما مراکز علم و دانش را هدف گرفتند تا با خلق وحشت و حراس مانع استقبال مردم از کسب دانش و دانایی شوند اخیرا ستن از سنی تندرو که گفته شده عضو گروه تروریستی داعش بودند به دانشگاه کابل حمله کردند این حمله پس از حدود 6 ساعت درگیری و جانباختن 22 دانشجو و مجروح شدن 30 دانشجوی دیگر پایان یافت. وزیر امور خارجه ایتالیا خواستار کنترل مساجد شد. به گزارش شیورز، ببخشید به گزارش شیه ویوز به نقل از آرتی لویجی دیمایو وزیر امور خارجه ایتالیا خواستار کنترل بیشتر در مساجد با همکاری مسلمانان شد وی اعلام کرد این کار باید با همکاری اقلیتهای های مسلمان معتدل انجام پذیرد وزیر امور خارجه ایتالیا دمداد اقلیت های مسلمان غیر افراطی به طور دائم عملیات های تروریستی را محکوم کردند و ما نیاز به همکاری آنان داریم وی افزود کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا باید سطح امنیتی خود را برای مقابله با هر گونه حملاتی احتمالی بالا ببرند. دیمایو تاکید کرد باید نسبت به حضور مهاجران غیرقانونی هوشیار باشیم. وزیر امور خارجه ایتالیا در ادامه گفت هر کشوری باید بتواند مرزهای خود را کنترل کند و حق هر شهروندی است که در امنیت و آسایش باشد. وزیر امور خارجه ایتالیا ساعتی پس از حمله در ویان که جان پنج نفر را گرفته و تعدادی مجروح به جا گذاشت این سخنان را ایراد کرد وی پیش از این تاکید کرده بود که برای مهاجران غیرقانونی پذیرش نداریم لویجی در اطلاعیه مطبوعاتی گفته بود هیچ مشکلی برای ترک کسانی که به گونه غیرقانونی در ایتالیا میآیند وجود ندارد و ما خبر آخر مسئولان مرکز ترمیم و صحافی نسخه های قرآن کریم حرم متحر حسینی میگویند تجربیاتی کسب کردهاند که آنان را شایسته یه ترمیم قرآن های نفیس نیز کرده است این مرکز توجه بسیاری به نسخ قرآنی دارد و حدود 17 سال از فعالیت خادمان آن می گذارد. به حرم متحر امام حسین علیه السلام که داخل می شوید صدها جلد قرآن کریم زیارتنامه و کتاب دعا پیش چشم ظاهر می شود زائران داخل حرم شریف با استفاده از این کتب مقدس به مقام حضرت سید و شهده علیه السلام و یاران با وفای ایشان ابراز ارادت می کنند البته در پی استفاده مستمر و 24 ساعته از این نسخه ها جلد آنها به تدریج کهنه و فرسوده می شود به همین سبب آستان مقدس حسینی وظیفه حفظ و ترمیم این نسخه ها را بر عهده دارد و قرآن های فرسوده از سوی خادمان حسینی در کارگاهی فنی بازسازی و مرمت می شوند. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولی کالفرج یا علی خدا نگهدار.